بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خوش آمدید به گفتگوی ویژه خبری امشب. همونطور که شما همراهان عزیز و ارجمند در جریان هستید، از ابتدای تعیین شعار سال 1402 از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان مهار تورم رشد تولید تلاش کردیم در برنامه‌های مختلف گفتگو محور از کارشناسان مختلف با نظرات مختلف دعوت کنیم تا ماهیت این شعار و راهکارهای تحقق اون رو از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بدیم. در این چند برنامه کارشناسان راهکارهای مختلفی رو برای مهار تورم پیشنهاد دادن، مثل رفع ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف، اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینه‌های دولت و وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، مدیریت و کنترل ترازنامه بانک‌ها، حذف تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها و طرح‌های فاقد منابع مالی مشخص، انضباط و شفافیت مالی در نهادهای مالی و همچنین افزایش قدرت بازیگری کشورمان در اقتصاد بین‌الملل. اما تقریبا همه این کارشناسان معتقد بودند مدیریت نقدینگی و جلوگیری از افزایش اون مهمترین راهکار پیشگیری از افزایش و مهار تورمه. در خصوص نقدینگی نیز تلاش کردیم با حضور کارشناسان اجزای تشکیل دهنده نقدینگی و چرخه معیوب ایجاد شده در چند دهه گذشته و راهکارهای مقابله با اون رو مورد بررسی قرار بدیم. اما در نهایت و در برنامه امشب قصد داریم در قالب جمع‌بندی راهکارهای کوتاه، میان و بلند مدت مقابله با افزایش نقدینگی و مهار تورم رو مطرح کنیم و همچنین به این سوال پاسخ بدیم که در مأموریت پیش روی دولت در مهار تورم نقش مردم چیه و مردم چگونه میتونن در این مسیر به دولت کمک کنند. در استودیو در خدمت آقای دکتر رنجبر فلاح، کارشناس مسائل اقتصادی، و همچنین آقای دکتر علی سعدوندی، دیگر کارشناس مسائل اقتصادی کشورمون هستیم و مهمانان عزیز دیگری در طی برنامه به جمع ما اضافه خواهند شد. آقای دکتر فلاح، عرض سلام و وقت بخیر و خوش آمد و تبریک ایام خدمت شما. منم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز این برنامه. تبریک ایام عید رو دارم و همچنین تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه بهار دلها. درود بر شما آقای دکتر سعدوندی، عرض سلام و خوش آمد و تبریک ایام خدمت شما. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز این برنامه. تبریک عرض میکنم حلول سال نو رو خدمت ملت شریف ایران، همچنین تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان رو. انشالله مبارک باشه بر همه روزداران و امیدوارم که شعار امسال برای ما مبارک باشه و بتونیم در مسیر کنترل تورم گام برداریم. بسیار خب آقای دکتر، با خود حضرت عالی شروع بکنیم. چرا ما تو کشورمون الان چند ساله که تورم دو رقمی داریم، به جز حالا اون چند سال محدود؟ مگه اقتصاد کشور ما چه فرقی با اقتصاد دیگر کشورها داره؟ بله، ببینید سوال خوبی رو شما مطرح فرمودید. ما متاسفانه طولانی ترین دوره تورمی تاریخ بشر رو داشتیم. به مدت 52 سال بی‌وقفه دچار تورم شدیم. هیچ کشور دیگری در دنیا این مدت طولانی رو تورم نداشته. که با تورم در پیش گرفتیم احتمالاً مؤثر نبوده. اگر مؤثر بود که 52 سال این در واقع معضل بزرگ اقتصادی و اجتماعی ادامه پیدا نمی‌کرد. پس یک مسئله این هست که راهکارهای ارائه دادیم که دچار مشکل بودیم، و مسئله بدتر این هست که احتمالاً راهکارهایی که ما ارائه دادیم نه فقط در جهت کنترل تورم عمل نکرده، بلکه احتمالاً میتونیم اینجوری تصور کنیم که وضع رو بدتر کرده، و بعداً من خدمت شما بیشتر توضیح خواهم داد. ولی شاکله اقتصاد ما، حالا همینجا میتونید تیتوار اون راهکارها رو بگین؟ بله، من عرض میکنم خدمتتون. ببینید شاکله کشور ما، اقتصاد کشور ما، ببینید ما بهترین وضعیت تورمی و رشد اقتصادی رو، تورم و رشد اقتصادی همزمان رو در دهه 40 شمسی داشتیم. تورم زیر 2%، رشد اقتصادی بالای 10%. ما باید اون شرایط رو دوباره تکرار کنیم. دقت می‌فرمایید، از 1350 تا امروز شرایط تغییر کرده. چه تغییری بوده؟ یکی از مهمترین دلایل این هست که ارز حاصل از فروش ثروت وارد بودجه شده، و این وقتی که وارد بودجه میشه، به زبان علمی میگن ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا میکنه. برخی از مردم شاید ندونن منظور از ذخایر خارجی بانک مرکزی چیست. یعنی اینکه بانک مرکزی، یعنی دولت وقتی ارز دریافت میکنه، این ارز رو در اختیار بانک مرکزی قرار میده، حساب به حساب میکنه، بانک مرکزی عدد تایپ میکنه، به عنوان پای پولی در اختیار دولت قرار میده. این فرایند از 1350 تا امروز متاسفانه بدون وقفه تکرار شده. راهکار چیه؟ تفکیک بودجه ارزی از ریالی. حداقل 7 سال هست که خود بنده دارم در این مسئله در واقع تاکید میکنم. امیدوارم امسال سالی باشه که ما تفکیک بودجه ارزی از ریالی رو داشته باشیم. ان شاءالله. آقای دکتر فلاح، نظر شما چیه؟ بله، همونطور که آقای دکتر هم اشاره فرمودن، در واقع
یک سری مشکلات ساختاری در بخش تولید و عرضه اقتصاد وجود داره که در واقع اونجا نتونسته رشد اقتصادی پایدار و مستمری رو ما در اقتصاد تجربه کنیم. اما در کنار اون بخش پولی اقتصاد همواره با رشد نقدینگی و پایه پولی که در واقع خودش یا زایده کسری بودجه‌ای هست که در سالیان گذشته وجود داشته و یا ناشی از در واقع محاسبه دارایی‌های بانک مرکزی یا منابع پایه پولی با نرخ‌های ارز بالاتر و وارد شدن این حجم نقدینگی تو اقتصاد. یعنی در واقع ما اگر دو تا کفه ترازو رو در نظر بگیریم که یک طرف کالاها و خدمات هست و طرف دیگه مقدار پول موجود در اقتصاد کشور یا نقدینگی در گردش کشور، وقتی که این نقدینگی از این کفه ترازو دائم داره رشد پیدا میکنه، سالی 30%، 35%، 40%، ولی از اون طرف در یک دهه ما میبینیم رشد اقتصادی در بهترین برآورد صفره، یعنی به میزان عرضه کالاها و خدمات تولیدی تو اقتصاد کشور افزوده نشده، ولی از این طرف به حجم نقدینگی کشور افزوده شده. پیامد طبیعی اون نرخ تورم بالا در اقتصاد یا همون دو رقمی که شما فرمودید در واقع خواهد شد، و مادامی که در واقع این فرایند، این مسیر کنترل نشه از طریق راهکارهای متعدد که حالا یکیش مثلا تفکیک بحث ارزی و ریالی از همدیگه بودجهش و مسائل دیگری که وجود داره، این در واقع تورم رو ماندگار کرده در اقتصاد کشور. راهکارهای دیگه که مد نظر شما چیه؟ ببینید به جز سبکی که این بودجه ارزی و ریالی، ببینید شعاری که امسال مطرح شده به عنوان مهار تورم و رشد تولید، یک موضوع بسیار اساسی، پایه‌ای و کلیدی در علم اقتصاد، و چون الان به صورت حاد شده تو اقتصاد کشور و مخصوصا در سال 1400 خیلی خودشون نشون داد رو کاهش قدرت خرید مردم و تبدیل مهار این تبدیل به یک خواست مردمی شد و این خواست از زبان در واقع مقام معظم رهبری بیان شد و در واقع خواسته شد از سیاستگزاران کشور که این رو دنبال بکنن. ببینید همین شعار لایه‌های متعددی پشتش وجود داره، هرچند به لحاظ اختصار در واقع دو تا واژه تورم و تولید رو ما در این می‌بینیم، اما پشت این سوالات کلیدی و اساسی وجود داره که چی رو می‌خوایم تولید بکنیم، چه کالاهایی تولید بشه که ارزش افزوده بالاتری تو اقتصاد ایجاد میکنه، ضریب تکاثری بالاتری تو اقتصاد ایجاد میکنه، اشتغال زایی بالاتری در اقتصاد ایجاد میکنه، میتونه اون بخش لوکوموتیو اقتصاد ایران باشه و بقیه بخش ها رو به دنبال خودش به لحاظ پیوندهای پیشین و پسین به حرکت در بیاره. یعنی شما معتقدید که اول ما اون نقدینگی بره به سمت تولید و تولیدم روی تولیدهایی باشه مثل صنایع پیشران که بتونه بقیه رو به قول خودمون راه بندازه این چرخه؟ اصلا در یک اقتصاد سالم تولید نقدینگی بدون رشد تولید اصلا بی‌معنیه. برای چی باید این نقدینگی تولید بشه؟ این نقدینگی زمانی باید تولید بشه که حجم مبادلات و تولید در اقتصاد بالا رفته، مبادلات بالاتر مطالبه نقدینگی بالاتر رو میکنه. بنابراین هر گونه خلق پول و خلق نقدینگی که ناشی از پسندازهای واقعی جامعه نباشه بی‌معنی است، و همین تو مکاتب مختلف اقتصادی این بیان شده. تو مکتب در واقع اتریشی به شدت اصلا جوری ادبیاتش نوشته شده که انگار یک فعل حرام داره اتفاق بیفته که بخواد از طریق تکاثر نقدینگی پسندازهای فیک، پسندازهای کاذبی در اقتصاد ایجاد بشه که این بخواد باعث رشد اقتصادی بشه. بنابراین در دل این شعار این بحث وجود داره که چه کالاهایی اثر
بلند مدت، پایدار، ریشه‌ای و اساسی در اقتصاد کشور داره و ما رو میتونه به یک رشد اقتصادی بلند مدت و پایدار و باثبات برسونه. و از اون طرف از چه طریق، از چه سیاست‌هایی ما اگر صرفاً بخوایم از طریق سیاست‌های کینزی اشتباهاتی که تو دهه‌های گذشته ما دائم تکرار و تکرار کردیم از طریق سیاست‌های کینزی با بالا پایین بردن نرخ ارز یا نرخ بهره بخوایم، به این دوتا هدف نمی‌رسیم. این دوتا هدف اتفاقاً دوچار تناقض و ناسازگاری با هم خواهد شد. این جزئیات رو با هم صحبت می‌کنیم. نظر شما چیه آقای دکتر؟ حالا بجز بحث اون بس تفکیک بودجه ارزی و ریالی، تو این حوزه نظرتون چیه؟ خلق نقدینگی بدون پشتوانه رو به عنوان یکی از دلایل مطرح میکنن. بله، ببینید، یک سری مفاهیم متعددی به باور بنده باید تغییرات مفهومی در اذهان عمومی اتفاق بیفته تا ما مثل سایر کشورها بتونیم برای همیشه با تورم خداحافظی کنیم. یعنی بسیاری از کشورها وقتی که متوجه شدن مشکل کجاست و تونستن تبیین خوبی برای تورم داشته باشن، رفتن به سمت در واقع رفع این بحران و موفق شدن. مسئله ما این هست که یک شناختی ما از تورم داریم که این شناخت نادرستی هست. به عنوان مثال من خدمتتون عرض کنم، خب تورم، منظور از تورم چیست؟ مردم ما 50 ساله با این مسئله آشنا هستن، بنابراین میدونن منظور چیه. منظور افزایش سطح عمومی قیمت هاست. حالا وقتی که قیمت خاصی افزایش پیدا میکنه، که حتی این قیمت خاص میتونه یک کالای باشه که در اقتصاد نقش بسیار مهمی داره، مثل مثلا قیمت حامل های انرژی یا قیمت ارز یا قیمت کالاهای اساسی، وقتی اینها افزایش پیدا میکنه، مردم ما این رو به عنوان یک پراکسی، فارسیش میشه به عنوان یک نماینده‌ای در نظر میگیرن از افزایش سطح عمومی قیمت ها. بنابراین یک برداشتی دارن از اینکه کلا قیمت چقدر افزایش پیدا میکند. دقت میفرمایید. خب راهکار چیست؟ راهکاری که اول به ذهن میرسه و معمولا راهکارهایی که در ابتدا در علوم اجتماعی به ذهن افراد میرسه بدترین راهکار هست و غلطترین راهکار هست، راهکاری که فردی که آشنا نیست با علم اقتصاد ارائه میده این هست که قیمت ها رو به صورت دستوری کنترل کنیم. مثلا قیمت ارز رو به صورت دستوری کنترل کنیم، قیمت بنزین رو به صورت دستوری کنترل کنیم، قیمت گاز و برق رو به صورت دستوری کنترل کنیم، قیمت کالاهای اساسی رو به صورت دستوری کنترل کنیم. همین راه رو که ما جلو رفتیم، وضع نه فقط بهتر نشده، بلکه به مراتب بدتر شده. بنابراین اولین راهکار که بنده توصیه میکنم برای کنترل تورم در جهت رشد تولید این هست که از قیمت گذاری دستوری دست برداریم. من یک مثال مشخص خدمت شما میزنم. بله. برداشت بنده این هست که فقط به دلیل اینکه خودروسازان ما به زیان افتادن در یکی دو سال گذشته، یک چیزی شاید بالای 100 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه به سیستم بانکی دارن و چون سیستم بانکی وضعیت ترازنامه مناسبی نداره، برداشت این هست که در نهایت این ناترازی که در بازار خودروی کشور شکل گرفته در نهایت منتقل شده به ترازنامه بانک مرکزی. یعنی چی؟ یعنی بانک مرکزی پول پرقدرت چاپ کرده، در اختیار خودروسازان قرار داده از طریق سیستم بانک‌های تجاری. فقط اگر این مسئله اصلاح می‌شد، شاید یک چیزی حدود بیش از 10% نرخ تورم کاهش پیدا می‌کرد. ولی عزیزانی که دنبال قیمت‌گذاری دستوری هستند، پافشاری کردند در سرکوب بازار خودرو. این فقط بازار خودرو نبوده، بازار شوینده ما هم. ببینید، اینجوری شده که رشد تولید ما متوقف شد در این سال‌های گذشته. ما یک صنعت بالنده‌ای داشتیم مثل صنعت شوینده، یک صنعت بالنده‌ای داشتیم مثل صنعت مثلا لاستیک. این صنایع در طی یک سال گذشته به آستانه ورشکستگی متأسفانه رسیدند. چرا این اتفاق افتاده؟ چون یک کارمند جز در یک وزارتخونه در کشور قیمت‌گذاری دستوری انجام میده و این شرکت‌ها نمیتونن تخطی بکنن. دقت می‌فرمایید. و این باعث شده که در نهایت ناترازی‌ها یا به بودجه دولت برسه، بله، یا به نظام بانک‌های تجاری برسه و از طریق نظام بانک‌های تجاری تمام اینها، چه کسری بودجه دولت، چه ناترازی نظام بانک‌های تجاری، در نهایت به بانک مرکزی منتقل شده، موجب افزایش پای پولی و موجب تورم شده. بسیار خب. آقای سید علی روحانی هم همراه ما هستند، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس. آقای روحانی سلام، وقت بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمانان عزیز برنامه، همچنین شنوندگان و بینندگان
درود بر شما. آقای دکتر روحانی، اگه بخوایم تورممون رو تک رقمی بکنیم، بحث مهار تورمه، به نظر شما دولت باید چه اقداماتی رو به صورت اولویت بندی توی دستور کارش قرار بده؟ و اگر این مسیر رو مد نظر شما طی بشه، فکر میکنید چند سال طول بکشه که ما بتونیم بیایم بنشینیم بگیم تورم رو مدیریت یا مهار کردیم؟ بله، ببینید تورم وقتی مزمن میشه، یعنی تورمی که ما الان دوچارش هستیم که خب مثلا حداقل برای 5 ده هست که گرفتارش هستیم، بله، این تورم محصول یک جمله است، اون هم مصرف بیشتر از منابعی که در اختیار داریم. یعنی ما چه تو بودجه دولتمون، چه تو اعتبارات بانکیمون، چه تو نظام ارزیمون، مصارفمون رو در حدود منابعی که در اختیار داشتیم تنظیم نکردیم و این ما با تفاوت اون مقداری که مصرف ما بیش از در واقع منابع در اختیارمون هست، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم میشه خلق نقدینگی و پیامدش میشه تورم. لذا اون چیزی که لازمه برای کنترل تورم اینه که ما بیایم این ناترازی ها رو، حالا به تعبیر آقای دکتر صدبندی، که توی حوزه بودجه دولتمون هست، در نظام بانکیمون مقدار قابل توجهی هست، در نظام ارزی دچار ناترازی هستیم، بسیاری از بنگاه های ما دچار ناترازی هستند. این ناترازی هاست که خودش رو به صورت در واقع تورم نشون میده در اقتصاد. بله. این حل شدن این ناترازی ها هم چیزی نیستش که بگیم مثلا یه ماه و دو ماه و سه ماه یک طرح ضربتی برای کنترل تورم ما داریم و خلاصه همه ناترازی رو در اقتصاد رفع میکنیم. به جهت اینکه این ناترازی ها ناترازی هایی که در طول زمان ایجاد شده در اثر یک مجموعه سیاست. خب حالا اگه بخوایم رفعش بکنیم، اولویت بندی شما چیه؟ ببینید از چند تا نقطه باید کار رو شروع کرد. یک نقطه که خب روی انتظارات به شدت اثرگذار هست، ناترازی حوزه ارزی ماست. بله. توی کوتاه مدت تقریبا میشه گفت مهمترین عاملی که داره انتظارات تورمی رو شکل میده نرخ ارزه، و اینکه ما بتونیم انتظارات رو در حوزه نرخ ارز یه ثباتی براش ایجاد بکنیم. ثبات منظورم ثابت کردن نیست، ثابت کردن مقدار اسمی اصلا منظورم نیست، اینکه انتظارات رو بتونیم در واقع به یک ثباتی برسونیم، مشخص باشه که سرمایه گذار، مصرف کننده، مسافر خارجی، وارد کننده، همه اینها یک تصویری داشته باشن از اینکه برنامه بانک مرکزی و دولت برای نرخ ارز در 3 ماه آینده، 6 ماه آینده، 9 ماه آینده دقیقاً چی هست. آقای دکتر، همه دولت‌ها تلاش کردن این اتفاق بیفته. راهکارش یه برنامه باورپذیر باید باشه. وقتی ما بیایم اعلام بکنیم که مدت 2 سال می‌خوایم نرخ ارز رو ثابت نگه داریم روی عدد مشخص، همه فعالین اقتصادی، وارد کننده، صادر کننده، اقتصاددان، رسانه، همه این رو می‌دونن که این وعده باورپذیری نیست و قابل تحقق نیست. این که نرخ ارز طبیعیه در شرایطی که شما رشد نقدینگی 30-40% دارید، نرخ ارز اسمی شما نمیتونه برای میان مدت ثابت باشه، ولی شما میتونید یک مسیری رو برای فعالین اقتصادی تصویر بکنید. بگید من میخوام مثلا فرض بکنید ماهی 2% هدف گذاری منه که این نرخ رو رشد بدم و نوسانات حول این نرخ رو کنترل بکنم. بعد دیگه سفت باز شما هم از این در واقع سیگنال در واقع بازخورد میگیره، و اینکه حالا بیاد آیا رو نرخ ارز سرمایه گذاری بکنه و از نوسانات نرخ ارز سود ببره، عملا اون میره کنار. خب این میشه راهکار کوتاه مدت های دکتر. بلند مدت چطور؟ بله، چون عنوان برنامه این بود که کوتاه مدت و میان مدت باید چه بکنیم، من کوتاه مدت رو عرض کردم، فعلا ارزی. در میان مدت ناترازی های اصلی که داریم و داره به صورت تورم در واقع بروز میکنه تو اقتصاد، یک دوزه بودجه دولته که خب بودجه دولت تو این سالهای اخیر انصافا نمیشه گفت انبساطی بسته شد و خصوصا تو رشد هزینه ها و اینها متناسب با تورم واقعا رشد داده نشد. منتها نکته اینه که ما ناترازی هایی داریم که داره خودشو تحمیل میکنه بودجه دولت. مثلا صندوق بازنشستگی مون، وقتی شما سالی 300 هزار میلیارد تومان در سال 1402 بیش از 300 هزار میلیارد تومان
مبلغی هست که از بودجه دولت باید پرداخت بشه به صندوق‌های بازنشستگی به دلیل کسری صندوق‌ها. بله. چیزی که قرار بوده صفر باشه. اگر ما صندوق‌ها و نظام بازنشستگیمون رو درست در واقع برنامه‌ریزی می‌کردیم و مدیریت می‌کردیم، این باید صفر می‌بود. یعنی ما 300 هزار میلیارد تومان از هزینه‌ای که باید صرف کالاهای عمومی و تولید کالای عمومی توسط دولت بشه، این رو داریم صرف هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی می‌کنیم. ممنون میشم بسر خلاصه‌تر بفرمایید. بله. ممنون میشم به خاطر مدیریت زمان قدری خلاصه تر بگیم بل. که خواهش من فقط مثال صندوق ها رو از این جهت عرض میکنم که این ناترازی هست که داره به بودجه تحمیل میشه. حل شدنش هم اصلا ظرف 3 ماه و 1 سال و اینها امکان پذیر نیست. یک برنامه 5 ساله 10 ساله 20 ساله میخواد. ببینید، عرضم این نیست که تورم در اقتصاد ایران قابل کنترل نیست ظرف 1 سال و 2 سال، چرا حتما هست. منتها ریشه هایی داره شبیه صندوق بازنشستگی که نباید انتظار داشته باشیم کل تورم ما بیاد زیر 5% در عرض 2 سال. دوست. حالا سایر موضوعات مثلا اون در واقع بسیار برمیگردم خدمت شما، برمیگردم خدمت شما آقای دکتر روحانی. خب آقای سعدمندی نظرتون چیه؟ خب به هر حال ما تقریبا میتونیم بگیم اوایل دهه 90 تورم تک رقمی رو تجربه کردیم، اما این تجربه پایدار نبود و اون بحث فنر رو دوباره در رفتن فنر رو به نظر شما چه اقداماتی در دولت 11 در حوزه تورم صورت گرفت که اقدام مناسبی نبود، نتونستیم این مهار تورم رو پایدار نگهش داریم؟ بله، من خدمتتون یه توضیح بدم چرا از نام سال بنده حمایت کردم. ببینید، اگر فقط میگفتیم کنترل تورم شاید برای من یک مقدار علامت سوال داشت، ولی کنترل تورم گذاشتیم در کنار رشد اقتصادی یا رشد تولید. این حالا یک مقدار وضعیت خیلی بهتر هست، یعنی به نظر میرسه ممکنه ما به هدفمون برسیم. در نیمه اول دهه 90 ما یک روش دیگری رو برای کنترل تورم به کار گرفتیم که موفقیت نینجامید. این در ادبیات اقتصادی بعد یک نکته رو خدمت شما عرض کنم، در مباحث اقتصادی ما یک مبحثی رو مطرح می‌کنیم تحت عنوان sacrifice ratio. در فارسی ما اینو ترجمه کردیم به نسبت ایثار یا نسبت فداکاری، که من همین ابتدای سال یک مقاله در این مورد نوشتم. دقت می‌فرمایید، این نسبت ایثار یا نسبت فداکاری عنوان می‌کنه که وقتی که شما سیاست کنترل تورم رو شروع کردید، به محض اینکه جراحی رو شروع کردید، این جراحی میتونه بخش عمده‌ای از تولید ناخالص ملی رو فدا کنه. چه مقدار فدا میشه؟ اگر طول بکشه یک چیزی بالای 25% تولید ناخالص ملی ممکنه فدا بشه در عرض 2-3 سال. منتها نظریات جدیدی ابداع شده، به خصوص از سوی آقای راب لوکاس، برنده مشهور جایزه نوبل، که فرضیه انتظارات اقلایی رو مطرح کرده. ایشون میگن اگر یک جامعه همه با هم دیگه به این نتیجه برسن که ما امروز میخوایم تورم رو کنترل کنیم، شما میتونید نرخ تورم رو کاهش بدید بدون اینکه عواقب این رو بپذیرید. پس ما باید کل مردم رو اقناع کنیم. حالا ادبیات دیگری در علم اقتصاد وجود داره که میگه چگونه ممکنه که انتظارات تورمی جامعه شکل بگیره. میگه در جامعه یک سری افراد محدود و معدود وجود دارند که جامعه به این افراد ارجاع میدهد. یعنی فرد جامعه تصمیم نمیگیرن که انتظارات تورمشون چقدر باشه. یکی به اون پراکسی ها که خدمتون عرض کردم مثل نرخ ارز توجه میکنند، یکی دیگه به سخن و به لب این افرادی که متخصص هستن توجه میکنند. پس باید ما اقناع داشته باشیم. این یک نکته. نکته دوم این که ما باید بریم به سمت سیاست های طرف ارزه، یعنی رشد تولید. حالا منظور از تولید، البته من خدمت های دکترم عرض کنم، منظور از تولید اتفاقا بیشتر بخش خدمات هست تا بخش تولید. حالا از این بگذریم، یعنی کشور ما میتونه، چون بخش خدمات ما که به نرخ ارز خارجی یا به مثلا تحریم ها که اصلا بستگی نداره، وابستگی نداره. و جالب اینجاست که در فرایند توسعه مرتب سهم بخش خدمات افزایش پیدا میکنه. اگر آلمان رو صنعتی ترین کشور دنیا در نظر بگیریم، 80% تولید ناخالص ملی آلمان بسیار. فقط خدماته. پس شما میتونید برای رشد تولید رشد خدمات داشته باشید. این رشد خدمات باعث میشه که تا حد زیادی اثرات منفی تورم جلوش گرفته بشه. و رشد تولید و خدمات، خود این رشد تولید و خدمات چی هست؟ یعنی اثر منفی بر تورم داره، یعنی تورم رو خنثی میکنه. خب آقای دکتر، بحث ابتدای صحبتاتون که به عوامل اشاره میکردید، به بحث بانک ها هم اشاره کردید. الان فکر میکنید نقش بانک های خصوصی ما چقدر تو این بحث تورم؟ ببینید، وقتی بدهی شبکه بانکی رو به بانک مرکزی نگاه میکنیم که اومده جزو منبع پایه پولی قرار گرفته،
و به ناچار بانک مرکزی در پایان سال 1401 مجبور شد طبق نامه‌ای به برخی از بانک‌های کشور اونها رو ممنوع بکنه از هر گونه پرداخت تسهیلات. این نشان دهنده عمق اتفاقی هست که افتاده. به عبارت دیگه بانک‌ها اومدن سپرده‌ها رو از مردم جمع کردن، در واقع صرف پرداخت تسهیلاتی کردن. این تسهیلات رفته در پروژه‌هایی و گیر افتاده. بانک بازگشت اونها رو در واقع به صورت منظم نداره، ولی سپرده‌گذار هر لحظه و هر آن که دلش بخواد میتونه بیاد سپرده‌اش رو از شبکه بانکی بگیره. این در واقع مدیریت نقدینگی بانک‌ها رو دچار اختلال کرده و در چنین مواقعی بانک‌ها اصطلاحاً میگیم قرمز شدند و یا با کسری منابع در واقع نقدینگی مواجه میشن و به ناچار از بانک مرکزی اومدن گرفتن در واقع منابعی رو. از طرف دیگه دولت هم برای کسری بودجه خودش اوراقی رو فروخته، به بانک‌ها گفته شما میتونین بخرین. مردم خریدن، بانک‌ها خریدن، صندوق‌های مختلف بازنشستگی اینها خریدن. بعد یه دفعه با کسری نقدینگی که مواجه میشه بانک، اومدن برای اینکه از قرمز بودن در بیان اعلام کردن اشکال نداره، شما میتونید این اوراق رو بدین به بانک مرکزی و در ازاش خط اعتباری بگیرید. خب این به لحاظ مفهومی، به لحاظ معنایی فرقی نمیکنه، انگار دولت مستقیم از بانک مرکزی قرض کرد. باز همون روند نقدینگی و اون روند اتفاق میفته. یعنی ما میبینیم که ما با یک سیل نقدینگی به بانک از توی بانک مرکزی و به شبکه بانکی و به پولی که در اقتصاد در حال گردشه و تورمزاست ما مواجه هستیم. یعنی در واقع اون سیاست گذاری اشتباه ما دوباره به این روند رو تشدید میکنه، شکلاش داره عوض میشه. به قول معروف میگه اول اون شیر رو ببند بعد بشین راجع به این که آب داره هدر میره صحبت کرد. بسیار خب، آقای دکتر شیرجیان، کارشناس مسائل اقتصادی هم همراه ما هستن. آقای دکتر شیرجیان سلام، وقت بخیر. خیلی متاسفانه زمانمون محدود. آقای دکتر شیرجیان لطف بکنید راهکارهای مد نظر خودتون رو برای مهار تورم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و شب بخیر خدمت حضرت عالی میهمانان محترم و عرض تبریک ایام سال نو و ماه مبارک رمضان. درود بر شما. استفاده کردم از فرمایشات بزرگواران. ببینید، ما اگر در واقع بخوایم بررسی در خصوص دلایل تورم داشته باشیم، من خیلی تیتروار اشاره میکنم وارد بخش راهکارها و اینها میشم. ممنون میشم. این دلایل در واقع حالا به دو تا دسته تقسیم میشه. یک سری از دلایلی که خب دلایل ساختاری اقتصاد کشور هستش و بزرگواران فرمودن ما ناترازی‌هایی که در حوزه‌های مختلف داریم، و یک سری دلایلی هم هستش که در سال 1401 یعنی سال گذشته اتفاق افتاد. خب ما در سال گذشته شاهد این هستیم که خب ما با افزایش قیمت به اصطلاح کالاهای جهانی مواجه بودیم به واسطه خب شرایط جنگ اوکراین بود، به واسطه افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود. از این طرف بحث در واقع حظ ارز ترجیحی رو داشتیم که خب آثار خودش روی تورم قیمت کالاهای اساسی و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها گذاشت و آماری هم که بانک مرکزی منتشر کرده به اصطلاح گویای این مدعا هستش که تقریبا تورم ما در بخش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی حدود 76% بود و بیشترین تورم رو داشت. بعد افزایش حقوق عوارض گمرکی رو داشتیم، قسم موضوع در واقع افزایش قیمت دستمزدها رو داشتیم و به طور کلی اتفاقهایی که افتاد ما در ادبیات اقتصادی دلایل تورم رو به دو تا بخش تقسیم می‌کنیم. یعنی یا دلایل تورم ناشی از فشار و شوک‌هایی هستش که از سمت تقاضا ایجاد میشه، یا در واقع شوک‌ها و فشارهایی هستش که از سمت طرف عرضه ایجاد میشه. و ما در سال 1401 داشتیم که مجموعه این دلایلی که اتفاق افتاد می‌تونیم در دو تا دسته شوک‌های ناشی از فشار طرف تقاضا و شوک‌های ناشی از فشار طرف عرضه و افزایش هزینه‌های تولید کننده داشته باشیم. اما تو بخش در واقع شوک‌های ناشی از فشار تقاضا، بعد الان وارد بحث راهکار هم میشم، ما اگر ملاحظه بفرمایید تقریبا ما تورمی که از شهریور 1400 اتفاق افتاد ما تقریبا تورم 55% داشتیم. این عدد در پایان 1400 یعنی اسفند 1400 29% بود. اما به همین دلیلی که عرض کردم و دلیلی دیگه که در ادامه وارد بخش راهکار میشم شاهد افزایش تورم بود.
خب یکی از موضوعات جدی همین بحث ناترازی هاست، ناترازی های بودجه، ناترازی های بانکی، و امروز شاهد این هستیم که عملا بانک مرکزی اون ابتکار عمل و حکمرانی لازم رو روی پایه پولی خودش نداره. یعنی عملا پایه پولی بانک مرکزی متأثر از ناترازی های بودجه هست که خدا خودش رو در قالب افزایش در واقع دارایی خارجی بانک مرکزی و بدهی های دولت نشون میده، یا ناشی از در واقع بدهی های بانک ها هستش که این بدهی بانک ها هم یه بخشش رو آقای دکتر فلا فرمودن، یه بخش دیگه هم این هستش که اساسا بانک ها تسهیلاتی که پرداخت میکنن و اون خلق نقدینگی که ایجاد میشه لزوما از محل سپرده ها نیست. یعنی بانک ها ابتدا تسهیلات رو پرداخت میکنن و بعدش سپرده تعریف میکنن، سپرده شناسایی میکنن، و وقتی که این سپرده ها از بانک ها خارج میشه تبدیل میشه به انواع اقسام ناترازی ها و اضافه برداشت هایی که ایجاد میشه، و عملا تبعای پولی ما تبدیل شده به یک در واقع متغیر در روزا، یعنی در واقع متغیری که وابسته از نقدینگی ایجاد میشه. اما اگه بخوایم وارد بحث راهکارها بشیم، راهکارها یکی از در واقع مهمترین موضوعاتی که باید متمرکز بشه همین بحث ساماندهی نظام بانکی هستش، و مشخصا بانک هایی که ناتراز هستن. بله. خب یه بخشی از در واقع رفع مشکل ناترازی اون شناسایی دارایی های موهوم بانک ها هستش که در قالب دارایی ها و مطالبات امهادی شناسایی شده و بانک ها دارن سود تعهدی شناسایی میکنن، و از این طریق به صورت حسابداری به اصطلاح دارن ترازنامه خودشون رو ترازشون میدن در حالی که به لحاظ اقتصادی واقعی نیست. بحث فروش در اصطلاح دارایی های منجمدشون هستش. و موضوعات دیگه، موضوع بعدی در واقع بحث خود خراج بودجه هستش که باید در واقع این زمینه هم اتفاق بیفته. خب ما بحث مولدسازی دارایی های دولت رو داشتیم که الان دارم یکی از اون اتفاقاتی هستش که باید حتما به اصطلاح رقم بخوره. بحث در واقع خود به اصطلاح اوراق بهادارسازی بدهی های دولت هستش. الان دولت ما یه بخش قابل توجهی به اصطلاح از مطالبات بانک ها بدهی هایی هستش که از دولت دارن. خب این رو میشونه در واقع رو بحث اوراق بهادارسازی. موضوع بعدی که به اصطلاح خیلی رو موضوع هدایت نقدینگی کمک میکنه به عنوان حالا عرض آخر بنده، حالا فرصتم کم بود، بحث به اصطلاح این هستش که حالا جوری از این که ما باید انتظارات مثبت ایجاد بکنیم از طریق انتشار و انتقال اخبار مثبت هم به مردم هم به فعالین اقتصادی، بحث هدایت نقدینگی هستش که سمت حوزه‌هایی که جذابیت اقتصادی هستن. خب یکی از مهمترین محملهاش بازار سرمایه هستش. خب بازار سرمایه باید از طریق ایجاد شفافیت، از طریق در واقع اقناع‌سازی مردم برای اینکه این قیمت ذاتی به اصطلاح سهامی که در بازار هستش نسبت به قیمتشون فاصله زیادی داره، از طریق تعریف ابزارها و نهادهای جدید هستش. خود بهش اون جذابیت رو براش ایجاد کرد. ارزی بله، خود صندوق املاک مستقل است. یعنی اینکه ما باید حداقل بیایم یک ظرفیتی رو، یعنی به اصطلاح یک پیشنهادی رو برای مردم جلوی مردم قرار بدیم که حداقل متناسب با تورم بتونه برای مردم چیکار بکنه، پول ایجاد بکنه که این نقدینگی به سمت به اصطلاح فعالیت سخت بازار و غیر مولد بره. و بحث موضوع در واقع کارآمدسازی نظام مالیاتی هم خیلی مهم هستش. بله. که ما افزایش در واقع هزینه های بخش های غیر مولد و تعدیل و تخفیف و ایجاد معافیت های مالی در بخش های مولد که حالا من در حد سرتیتر رو اشاره کردم. بله بله، متشکرم. بحث پایه های مالیاتی جدید، مالیات برای عادی سرمایه به حال تو این حوزه میتونه کمک بکنه. خب آقای سعدمندی، دولت مدعیه که داریم به دقایق پایانی نزدیک میشیم که از تنخواه برای جبران کسری بودجه استفاده نکرده و عملا تورمی از ناحیه کسری بودجه متوجه دولت نیست. نظر شما چیه؟ البته من تقاضا دارم چون دو تا سوال مهم دیگه هم داریم خیلی کوتاه پاسخ بدیم که بتونیم بهش برسیم. چشم. ببینید، من توصیه اکید میکنم به دولت مردان، به خصوص وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، روی اعتبار خودشون سرمایه گذاری کنن، سعی کنن اقتدار کسب کنن، سعی کنن مردم صحبتاشون رو بپذیرند. ببینید، در سالی که ما نرخ ارز ما جهش کرده، نرخ تورم ما سقف زده، این که ما بیایم بگیم که ما از بانک مرکزی استقراض نکردیم، این یک مبحث تکنیکیه که در میان افواه عموم باعث خواهد شد که تیغ بانک مرکزی و تیغ وزارت اقتصاد بعداً کمتر ببره. دقت می‌فرمایید، وزیر اقتصاد گذشته سالها اعلام کرد، ایشون شاید حدود 30 سال در نظام بودجه ریزی کشور حضور داشتن و همواره اعلام میکنن اصلا دولت ایران کسری بودجه ندارد. یعنی تمام کشورهای پیشرفته دنیا کسری بودجه داشتن. اینجوری ادعا میشد. چطور اینجور ادعای انجام شد؟ شما این رو رد میکنید. تعریف کسری بودجه رو تغییر دادند. این که ما از تنخواهگردان دولت نزد بانک مرکزی استفاده نکنیم و بریم از بانکهای تجاری وام بگیریم و اضافه برداشت منتقل بشه به ترازنامه بانک مرکزی، این صلاح نیست.
اینها هم بهتره برای مردم نگیم، برای مسئولین با عالی رتبه این رو به عنوان یک گزارش مثبت ارائه ندهیم. جیب به جیب کردیم، هنوز نتونستیم مشکل رشد نقدینگی رو مداوا کنیم. من اگر جای وزیر محترم اقتصاد بودم، اگر جای رئیس بانک مرکزی بودم، از مردم عذرخواهی می‌کردم و راهکار جدید نشون می‌دادم و نشون میدادم که وضعیت تغییر کرده. خب راهکارتون رو توی جنبندی از شما خواهیم پرسید. اجازه بدید آقای دکتر من جنبندی آقای روحانی رو دریافت بکنم. آقای روحانی. بله. آقای روحانی در حد یک دقیقه و نیم محبت بکنید، راهکار بلند مدتتون هم بفرمایید. خواهش می‌کنم. ببینید من اشاره به ناترازی بودجه، ناترازی نظام ارزی و شبکه بانکی کردم. آقای دکتر شیرجیان قسمت شبکه بانکی رو خب کامل توضیح دادن، من مجدد تکرار نمی کنم. خواهش می‌کنم. حل این ناترازی ها ضروریه برای کنترل تورم به صورت پایدار. اون تورم کنترل تورمی که ما سال مثلا 93-94 داشتیم با استفاده از یک شیوه در واقع بالا بردن نرخ بهره بود که به شدت هم به بخش واقعی اقتصاد آسیب زد، هم ناترازی شبکه بانکی رو تشدید کرد. بله. لذا اون مدل اساسا نه قابل تجویز نه قابل پذیرشه. نکته که میخوام عرض بکنم تو جنبندی این هست که برای کنترل تورم چه کار نباید بکنیم. ببینید معمولا راه حل های خیلی کوتاه مدت و به تعبیری تقلیل گرایانه یا ساده اندیشانه کنترل تورم اینه که خب بریم در بازار قیمت ها رو کنترل بکنیم، گشت نظارتی بذاریم، کسی قیمت تولیدش رو افزایش نده. بله. واقعیت اینه که اینها نه تنها تورم رو کنترل نمی‌کنه، بلکه اتفاقا تشدید می‌کنه. چرا؟ به جهت اینکه همون بنگاه‌هایی که تولیداتشون رو شما براشون سقف قیمت گذاشتید، از کیفیت تولیدات می‌زنن. از خود تولیدشون می‌زنن. خب این کارو نباید بکنیم. چی کار باید بکنیم آید؟ خب من میخوام عرض بکنم که چه دینامیکی کار میکنه که اون در واقع قیمت گذاری تبدیل به ضد خودش میشه. بدهی های این بنگاه ها به بانک ها بازپرداخت نمیشه. ما حجم نقدینگی که در اثر بازپرداخت بدهی ها و قرار بود اتفاق بیفته اتفاق نمیفته. رشد نقدینگیمون تشدید میشه و عملا خود این در واقع عامل تورم میشه. لذا شما ابتدا قیمت گذاری کردید کیف و تورم رو کنترل بکنید، ولی این به ضد خودش تبدیل شد و دودش به چشم همه مردم رفت. این کاری که نباید بکنیم رو به نظرم اول از همه بهش التزام داشته باشیم و بعدش چه کاری رو تو کدام مدت نباید کرد و بعد راه حل اصلی همون رفع ناترازی هاست دیگه. ناترازی بودجه راهش مشخصه، ناترازی بانکی توی شیرجیان. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای دکتر روحانی از مشارکت و توضیحات شما. خب ما زیاد وقت نداریم، فکر کنم در حد 4 دقیقه زمان داریم. آقای فلا، ما همیشه تو این چند سال که بحث تورم بوده کارشناسا میومدن یه توصیه‌هایی به مردم میکردن، این کارو بکنید، این کارو بکنید، سکه بخرید، دلار بخرید، از تورم جا نمونده، از این صحبت‌ها که خب آسیبش هم کشور دیده. خب الان هم امسال مأموریت داریم که دولت مأموریت داره تورم مهار بکنه، بالاخره به این نقطه رسیده که باید به این نسیرس که باید یه اقدام مهمی انجام بشه. مردم چیکار بکنن؟ توصیه‌تون به مردم چیه؟ ببینید میخوان مردم همراهی بکنن تو این مسیر. اگر مردم در واقع نقش اصلی و اساسی خودشون رو ایفا نکنند، سیاست ها ناکام هستند. این مردم مطلبی که حضرت آقا توی رهبر معظم انقلاب توی صحبتاشون مطرح کرد فرمودن، این مردم رو میتونیم به چند دسته تقسیم بکنیم. یه دسته عمدش تولید کنندگان هستند، تولید کنندگان کالاها و خدمات. شاید تأکیدی که آقای دکتر سعدوندی کردن تولید خدمت رو ما نباید نادیده بگیریم. تولید خدمت در ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای خانواده ها و نیروی کار جامعه بسیار مهمه، ولی اغلب تولید خدمات انگار یه نگاه منفی، یه سایه منفی در واقع تو کشورمون روش تابیده شده و فکر میکنیم که تولید که میگیم فقط تولید کالای فیزیکی هست. این گونه نیست. تولید خدمات به اندازه تولید کالاها مهمه در اشتغال زایی، در برداشتن بار از روی دوش دولت. دومین نکته، ما به یه پدیده مذمومی در اقتصادمون وجود داره به نام تورم خاری.
ما عادت کردیم یه فرهنگ رو که یه دارایی راکد پدیده مذمومی در اقتصادمون وجود داره به نام تورم خاری. عادت کردیم یه فرهنگ رو که یه دارایی راکد نگه داریم، گرون بشه، بالا رفتن قیمت اسمش بازده داریم. این بازده میتونه رو ارز باشه، رو طلا باشه، رو ملک باشه، رو چیزهای دیگه. جامعه اگر بخواد دارایی‌های خودش رو راکد نگه داره و دنبال بازده اسمی باشه، این همه جامعه ضرر می‌کنه. بازده باید واقعی باشه. بازده اسمی هیچ گرهی از اقتصاد کشور حل نخواهد کرد، شغل جدیدی رو ایجاد نخواهد کرد. بره به سمت تولید دیگه، بره به سمت اینکه به هر حال یعنی ما سرمایه گذاری های خانگیمون هم بره به سمت شاخ. امیدواریم این به یک آقای دکتر به یک باور تبدیل بشه. آقای دکتر ما دقیقاً یک دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم. خب هم میخوام تیتروار فقط بگید اون چند تا موردی که برای مقابله با نقدینگی و جنبندیتون. بله ببینید، من فقط خواستم یک توصیه داشته باشم در اینجا، اون هم این هست که اتفاقا رهبری پارسال در این مورد اشاره فرمودند در مورد ساخت احداث زیرساخت ها. دقت می‌فرمایید ما باید درآمد نفتی رو صرف احداث زیرساخت ها بکنیم. ما در برخی از زمین‌ها پیشرفت خوبی داشتیم، در زمینه زیرساخت ها اصلا وضعیت مناسبی نداریم. درآمد ارزی رو اگر ببریم صرف احداث زیرساخت بکنیم، هم از طرف عرضه وضعیت اقتصاد ما به مراتب بهتر خواهد شد و ریسک های اقتصاد کاهش پیدا خواهد کرد، و هم این که اون مسیری که ارز خارجی میاد تبدیل میشه به پای پولی، جلوی این مسئله گرفته میشه. من امیدوارم این اتفاق بیفته. یک نکته دیگر هم جناب آقای دکتر فلاح فرمودن، من میخوام مجددا روش تاکید کنم، که فرمودن بازده باید واقعی باشه نه اسمی. ببینید اگر در شرایطمون، در اقتصادمون شرایطی رو به وجود بیاره مثل سال گذشته که چه اتفاقی افتاده، اگر کسی ارز خریده، طلا خریده، برنده است. یعنی کسی که کنز انجام داده، کسی که منابع رو از اقتصاد خارج کرده، این فرد برنده شده، منافع شخصی با منافع اجتماعی در تعارض قرار گرفته. اگر چنین شرایطی رو در اقتصاد ایجاد کردیم، کل اقتصاد بازنده خواهند بود. امیدوارم امسال اصلاح بشه ان شاء الله. البته اون نکته‌ای که گفتید آقای دکتر، باید بستر هم برای اون مشارکت مردم ایجاد بشه. این نکته هم نکته مهمی که بتونن تو این مسیر، یعنی هدایت نقدینگیشون به سمت تولید مشارکت بکنن. خیلی متشکرم آقای دکتر فلاح. چون رو گفتید، من دو گروه مردم رو تقسیم کردم، تولید کنندگانی که برن به سمت تولید کالا و خدمات و مردمی که پسندازها و سرمایه گذاری های خردشون رو ببرن به سمت دارایی های مولد و نغیر مولد. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای دکتر فلاح، آقای دکتر سعدمندی، همچنین آقای دکتر روحانی و آقای دکتر شیرجان که در این بحث ما رو همراهی کردن، و تشکر ویژه داریم از همراهی شما با گفتگوی ویژه خبری. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.